بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی، سرخط مهمترین خبرهای امروز. باز یک سرباز در ارتش تاجیکستان جوان مرگ شد. بازار سخاوت پوره آغاز به کار کرد. Human Rights Watch از بان کی مون خواست قضیه شهرت قدرت و زید سعیدوف را بررسی کند. از مناقشه های قومی قرغیز ها و ازبک ها 5 سال گذشت. امامعلی رحمان با اساده درباره بنیاد بزرگترین مسجد دوشنبه ابراز نظر کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز تغییر و اصلاح قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را تصویب کرد. پدر و مادر فردوس رحمتوف جوان 22 ساله که پس از یک ماه سربازی در پادگان شهری کنی بادام درگذشته است، میگویند هرگز نتیجه تشخیص پزشکی مرگ فرزندشان را نخواهند پذیرفت. غنی رحمتوف پدر فردوس در صفحه خود در شبکه فیسبوک در این باره می نویسد: قاتلان فرزندی عزیزم او را لتوکوب کرده و به سلامتیش ضرری وزنین جسمانی رسانیده به مرگ رسانیدند. پسرم در قسم حربی 048 شهر کانی بادام ولایت سوغ در تاریخ 7 می 2015 به صف ارتش دعوت شده 7 ایونی سال 2015 جسدش را گرفته آوردند. از سخنان فرزندم خبردار گشتم که در قوه های مسلح تاجیکستان گرسنگی، عذاب و مشقت و لتوکوب شدن سربازان از طرف سرژانت ها دیده شده، خواستم به کمیسر حربی مراجعه کنم، ولی پسرم مرا نگذاشت که باز لتوکوب میکنند. برای چی کماندیران از بالای کردار و رفتار سربازان نظارت نمیبرند که عاقبت این به چنین فاجعه رسید؟ از سخنان فرزندم معلوم گشت که سربازان را از جایهای کامری نواربردار دور برده به جایهایی که به نوار گرفته نمی شود لط و کوب می کرده اند. پدر این سرباز جوان مرگ اظهار کرده که من به خلاصه طبی راضی نیستم که در آن آوردند گویا سبب مرگش بسته شدن راه نفس هنگام فرو روی زبان است. مادر فردوس دلارام رحمتوف روز 9 ایون در صحبت با خبرنگارمان گفت که در بدن پسرش نشانه های لتوکوب آشکار و رفشن نمایان بود. سری کلانی سوزینت دانشکده همین تو چهارم کورسه تموم کردنش درخور بود. همین 25 اپریل و سرم غیر قانونی داشته نزدی خوانم و ماشین بشینم و این کمان بردن. پیش از اطرافتش ما اصروشک طلب کردیم ندادن. برای اصروشک کردن $1000 طلب کردن. برای همینگه مونوندن $800 طلب کردن. و هفته ایون تنی موردی مرگش آورده پرتوفت رفتن. همین خیلی گرده که خیلی کالتاک زنی کرده که جوی بدن از سید سیاد نه سرای سوخ، نه دردنش، نه بکنوش، نه دخلوش بیش. پوشتی گلش و افتماد که زدگیمی. دو وجب هم پسیدیو. من برای خدمتی وطن مدر، دو فرزندم باور کرده دادمو. قلده یک موه و یک بشه. یمون مار کرده همیست که تنوش ارزوی بدنش لخ لخ که ده اوورده پرتوفته بوز ای بوزونه بکاله اوزونه میگیرد. او از مقامات تاجیکستان طلب کرده است که تمام عاملان مرگ پسرش را پشت پنجره برند، زیرا مسئولین دادستانی در مرگ فردوس تنها یک سرژانت را عیبدار میکنند، در حالی که در اول 6 سرباز در رابطه با مرگ پسرش بازداشت شده بودند. سرباز آزاری در نیروهای مسلح تاجیکستان میراث است که از ارتش شوروی باز مانده، ولی سرباز کشی پدیده است که پس از جنگ سالهای 90 بیشتر شده و انگیزه های محلگرایانه و قومگرایانه هم گرفته است. هرچند مسئولین وزارت دفاع میگویند در ارتش ملی سرباز آزاری کم شده، ولی نوارهایی که هرگاهی منتشر میشوند این ایده را باطل میکنند. اخیراً یکی از چنین نوارها سر و صداهای در جامعه پدید آورد، ولی مسئولین وزارت دفاع آن را کاری دست اغوانگزان خواندند. منتظر آن بودیم که از کشته شدن این سرباز جوانمرگ چی خواهند گفت، اما بزنگهای خبرنگارمان کسی جواب نداد. Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است سفیر دبیر کل سازمان ملل متحد پان کی مون با آسیای مرکزی فرصت کلیدی برای مطرح کردن نگرانی از مسئله حقوق بشر در این منطقه است.
این سازمان میگوید پیش از سفر پان کی مون به آسیای مرکزی نامه‌ای را به او سپرده و درخواست کردند. نگرانی آن را از تعقیب سیاسی و زندانی کردن فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، محدود کردن فعالیت گروه‌های غیر دولتی و رسانه‌ها و بی‌کیفر ماندن شکنجهگران را با کشورداران آسیای مرکزی در میان گذارد. ورونیکا گولستون، مدیر مدافع سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی، با اشاره به سرکوب شدن فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در این منطقه، گفته است مسئله حقوق بشر باید در جایگاه برجسته دستور کاری دبیبی کل سازمان ملل متحد باشد. وی افزوده است دبیر کل باید به قضیه های ولادیمیر کزلوف، رهبر مخالفان در قزاقستان، عظیمجان اسکرف، مدافع حقوق بشر در قرقیزستان، شهرت قدرتوف، وکیل مدافع، و زید سعیدوف، کارکشا در تاجیکستان، قلگلدی انانیازوف، مخالف سیاسی در ترکمنستان، و اعظم فرمانوف، وکیل مدافع در ازبکستان توجه ویژه کند. ایوب اگامف، سیاستشناس تاجیک، شک دارد که دبیر کل به این مراجعات جواب مثبت دادن تواند، چون که به نظر وی نفوذ سازمان ملل متحد در دولت‌های نه تنها ابرقدرت بلکه دولت‌های کوچک نیز پایان رفته ایستاده است. چه خیلی که باز یک مسئله دیگر، چه خیلی که از واو معلوم شد، Human Rights Watch از پان کی مون خواهش کرده است که ضمن تشریف خود از قضیه زید سعیدوف و شهرت قدرتوف که یکی هر دوی اونها محبوسای سیاسی حساب می شود، هنگام صحبت با امام رحمان از این قضیه یادآوری شود. ولی من فکر می کنم که دبیر سازمان ملل در این باره با امام رحمان صحبت کرده باشد، هم یکان پیشروی در این قضیه نمی شود. برای چی؟ چونکه رژیم خودکامه در سیاست پیشگرفته خود، در خصوصا در فشار بالای مخالفین خود، سخن کسی را نمیگیرد. زیرا مخالفین پرقوت این باعث شکستن رژیم دیکتاتوری می شود. و برای همین فکر میکنم که از این تشریف دبیر سازمان ملل یگان پیشروی در این دو قضیه انتظار شدن ناممکن است. المازبک هاتنبایف، رئیس جمهوری قرغیزستان، از شهروندان کشورش خواست که در یادروز مناقشه قومی میان قرغیزها و ازبکها اصول آشتیجویی و وحدت را رعایت کنند. و امروز در سخنرانی در این باره گفت خانواده های قرغیزه که ازبکها را نجات دادند و خانواده های ازبک که قرغیزها را نجات دادند مسئله مهم است و آن قومگرایی نیست، بلکه چنین کار از غریزه انسانی آنها برمی آید. رئیس جمهور قرغیزستان تاکید کرد که راه اندازان این نارامی ها دیر یا زود به مجازات کشانده می شوند. و در این مورد قرمانبک باقیف، رئیس جمهور پیشین، و یاران او را در نظر داشت. در این نارامی های قومی در شهرهای اوش و جلال آباد در ماه ایون سال 2010 بیش از 400 کس کشته، ده ها کس به نام و نشان و هزاران کس از خانه و درشان محروم شدند. اکنون از خبرهای کوتاه کشور و منطقه آگاه می شویم. همه فروشگاه ها و دکان های بازاری سخاوت که چند پیش بسته شده بودند دوباره آغاز به کار کردند. وزارت نیرو و صنایع قرغیزستان اطلاع داده است که در مورد خرید برق از تاجیکستان با طرف تاجیکی به موافقه رسیدند. جنگجویان طالبان در مناطق شمالی افغانستان رو به شکست آوردند و وضع در منطقه رو به آرامش نهاده است. مرزبانان تاجیکستان هنگام زد و خورد با گروهی از مرشکنان یک تن از این جنگیان را نابود کردند که دیرتر معلوم شد برادر عروس رئیس مجلس افغانستان بوده است که قبلا معاونت خدمات امنیت ناحیه امام صاحبی ولایت قندوز را بر عهده داشت. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در ملاقات با محمد ابن صالح از ساده، وزیر نیرو و صنایع قطر، بنیاد بزرگترین مسجد در شهر دوشنبه با سرمایه این کشور را بهترین نمونه همکاری تاجیکستان با کشورهای عربی دانست. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گزارش داده که امام علی رحمان امروز با محمد ابن صالح از ساده راه های گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاجیکستان و قطر را بررسی کرد.
در این راستا رئیس جمهور تاجیکستان فعالیت شرکت قطر دیار ریال استیت اینوستمنت کمپانی تاجیکستان و طرحهای شهرسازی دیار دوشنبه و مسجد کلان در شهر دوشنبه یادآور شده، آنها را بهترین نمونه همکاری تاجیکستان با کشورهای عربی نامید. محمد ابن صالح اسوده پیام امیر دولت قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی را به امام علی رحمان رسانده، تمایل کشورش را به گسترش روابط با تاجیکستان تاکید کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز 10 ایون تغییر و اصلاح قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را تصویب کرد که بنابر آن سازمان‌های اجتماعی موظف می‌شوند منابع مالیشان را آشکار کنند. رستم شاه مراد وزیر دادگستری تاجیکستان در توضیح این تغییر و اصلاح در مجلس گفت از این پس سازمان‌های جمعیتی موظف می‌شوند درباره منابع مالی خود به مقامات کشور اطلاع دهند و درآمدشان را در فهرست مخصوص یاری‌های بشردوستانه ثبت کنند. یک به نظارت برای این کار کردن است که مسجده است. وزه بعد پالناموچی این حکومت و بسیار مسجده будут придираться к каждой мелочи. Я мам бы это махнули руки я закрыл. Просто я. Да, он, кстати, налог мы берет, пока отошлет и джамяти, боясь мама махнули. Больше вот, хай я проценты берет. Саму, не всегда проценты, чтобы хай маму носи, ворой отошлет и джамяти, куда-то берется наша. Чтобы она, вай, твой отец, не стал большой ему процент, вай ему процент, вай бы не меть одну, вай бы налог не меть одну, меть у процента, не стал отчет на тебя, برایتی مثلا جردان بسید خواه با یا یکون دیستاد با یکون وای میره پریاتی تشکیم جلو. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می‌دهد که فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه دادند که پیش از آغاز بازی دور اولی بازی‌های گروهی جام جهان 2018 میان دسته‌های منتخبی تاجیکستان و اردن سرود ملی تاجیکستان به آهنگ و زنده اجرا شود. سرود ملی تاجیکستان را هنرمند تئاتر اپرا و بالت دوشنبه اجرا خواهد کرد. از این پیش هیچگاه قبل از بازی‌های تیم‌های ملی سرود ملی تاجیکستان زنده اجرا نشده است، تنها موسیقی صدا می‌داد. ملی‌پوشان تاجیکستان در دور انتخابی جام جهانی فوتبال 2018 در گروه ب زورآزمایی می‌کنند و نخستین دیدارش با دسته اردن فردا پنجشنبه 11 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شود. چنین بودن برخی از مهمترین خبرهای امروز. همچنان با ما باشد. خداحافظ.